در قدم نخست تشکری خاص میکنم از شعیب جان که از کانادا زحمت کشیدن مبلغ پول را که 11000 افغانی را که بر از زای ما روان کردن امروز را مساعدت میکنیم و یا هم کمکشان میکنیم. یک هزار، دو هزار، این هم 3000، این هم 4 و این هم 5000، یعنی که 5000 شد. صرف مامی به آرزو دارم به می که امید اولادای ما مثل پدرش دیوانه نشه، یک راهی رو بسنجه که ما مزیالت برم. بنام خداوند یک تای مهربان سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما عزیزا، امید که دارای صحت کامل باشین، روزا به بسیار خوبی و خوشی سپری کرده باشین. تا ایدم امروز باز هم ما سحرک بری در خدمت شما عزیزا قرار دارم و یکی از برنامه های دیگر مساعدت شما عزیزان را خوش آمدید میگم. امروز برنامه مساعدت است و کمک است. البته دوستا هموطنان خود عزیزای خود امروز کمک میکنیم و در قدم نخست تشکری خاص میکنم از شعیب جان که از کانادا زحمت کشیدن مبلغ پول را که 11000 افغانی را که بر از زای ما روان کردن امروز را مساعدت میکنیم و یا هم کمکشان میکنیم. خداوند خیر نصیبت کنه، خداوند حجرش برد بته. به عنوان یک پریزنتر امروز ما بر شما میگم، شما هستین که در یاد وطن هستین، همی مردم در یاد مردم هستین، اما قدر خداوند حجرش نصیب شما کنه شعیب جان. خب یک سلام مجدد به عزیزایی که در خارج از افغانستان به سر میبرن، امید که اونا هم دارای صحت کامل باشن، جور و صحتمند باشن. عزیزا قسمی که شعیب جان امروز در برنامه کمک کردن برای عزیزای ما، برای هموطنهای ما در افغانستان، از شما عزیزایی که در توانتان هست شما هم میتونید که کمک کنین مردم ما را، مردم غریب و بیچاره‌ای که در افغانستان واقعا داریم نیاز به کمک شما عزیزا داره. اگر 5 تونستین، 10 تونستین، شما هر قدر که خدا و هست پیشتان، اگر توانستان، اگر البته در توانتان باشه، شما میتونید که از طریق آدرس ما به تماس شوین و ما را پیدا کنین. ما یک پل ارتباطی بین شما و مستحقین هستیم که میتونیم صادقانه امو پول باشه و یا هم هر کمکی که باشه از طریق چینل یوتیوب صدای کابل ما برای هموطن خود و یا هم برای فامیل که نیازمند است برسانیم و خداوند حجر رشد برای تمام شما عزیزا نصیب کنه. حالا هم آمدیم به جایی که فروشگاه تازه هست و لوازمی که من امروز به یکی از خانواده ها امروز از اینجا خریداری میکنم، امو لوازم میگیرم، از قبیل برنج است و روغن است و غیره اجناسی که من در لیست دارم، او را گرفته میرم به داخل دکان و یا هم به داخل مغازه میرم، امو اجناس گرفته و دوباره برمیگردیم میریم به طرف او فامیل عزیز و فامیل مستحقی که منتظر هستند و ما رفتیم دیدم از نزدیک اونارا که واقعا در یک سرنوشت بسیار خراب و حالت بسیار خراب به سر میبرن. حالا هم بین شما ما را تا آخر برنامه همراه باشین و تنها نگذارین ما را عزیزا، بین که بریم به طرف مغازه. عزیزا حالا هم به داخل مغازه آمدیم. سلام بر خودت، خوب هستی؟ سلام. چه حال احوال دارین؟ صحتمند هستین؟ باش که مایک ما تنها به اختیار خود قرار دادیم، امی مایک میخوایم به اختیار خودتون قرار بدم که خودتون صدای خودتون باید داشته باشیم. خوب هستین؟ شکر فضل خدا. شما خوب هستین؟ قربانتان سلامت. نام شما؟ شبیر احمد. شبیر جان امروز با مغازه خودت آمدیم، ماشاءالله که خوب مغازه پر معلوم میشه. آه بله. امروز آمدیم یکی از خانواده را اول کمک کنیم. نظر خودت چه هست که مردم چقدر باید آمد ماه مبارک رمضان هم هست کمک کنن مردم هم نکنن؟ خودت چقدر کمک میکنی؟ حالا هر کس که کمک میکنه باید کس دیگه نفهمه، باید یک دست دیگه دست خبر نشنه. هر کسی که کمک میکنه با خودش باید تنها معلوم باشه، خودش بفهمه و خدایش. شبیر جان عزیز، بر ما شعیب جان از کانادا مبلغ پول را که روان کرده، ما باید بر از اون نشان بتیم که بسیاری جایایی که مبلغ پول که روان میشه بر عزیزای ما یا خورده میشه یا خودشون به جیبای خود میاندازن و عمو مستحقی که منتظر به اونمو کمک است بر از او عطا نمیرسه. شاید یک مقدارش برسانن اما مقدار دیگه شب پیش خودشان نگاه میکنن. اما ما امروز میخواهیم که صادقانه به تصویر بکشونم که هر کس، هر عزیز ما که از طریق چینل ما بخواین که یک کس را کمک بکنن، ما میخواهیم که یک و یک برش نشان بتم که یعنی پول را که اونا روان میکنن یک افغانیش ما خودم شخصا نمیمونم که یک کس ده او عطا دست دوم باشه. بله خوب کار است، خوب کار است. بسیار خب، نالو و نمیتونه که با کسی که میخواد که یک نیازمند کمک کنه به خاطر که اونا کلش خارج هستن. بله بله. درست است نه؟ دیگه قسم خوب است
است که باید تک تک معلوم شوه و فیلم برداری شوه، یک قسم خوب است. یک قسم خوب است که خودش جریان باشه و ببینه آرام شوه که کمک شد و بفهمه که عمو اعتمادی که بالای ما داره، عمو اعتمادش هم باشه که تر نشه که شعیب جان ببینه بگه والا امروز نصف پیسه را سحر جان گرفت و رفت دیگه. بله یای رقم شعیب جان، ما یک لیست آوردیم با خود، میخوایم که لیست برای خودت بتم نوشته کردیم قبلا، میخوایم که مو موادی که یا هم امو چیزهایی را که من ضرورت دارم از اینجا برای امو مستحق و امو خانواده که من میخوایم بخرم، امو را برای خودت میتونم امو را برای ما آماده کنیم. ماش از بوره است، آرد، برنج شولهی، روغن، چای سبز، برنج، مکرونی، آش، مای ظرفشویی، لوبیا، نخات. کفایت میکنه برای نظر بیخی بس از دیگه یک ماه رمضان کفایت میکنه. خداوند حجرش دیگه بر شعیب جان. بله ان شاء الله. خودت چقدر کمک میکنی عزیزای ما را تا به حال کمک کردی نکردی؟ حالا ما کمک کردیم که باز بگویی خودنمایی میشه. خیلی خوب است. پس ما هم آمادگی از امیر بگیریم که یکمک زودتر آماده بسازیم و بریم به طرف از او فامیل که دیرام نشه وقت. درست است. زنده باشین. تشکر میکنم از شبیر جانم که تمام چیزهایی را که من نیاز داشتم امو اجناس تمام شما آماده کرد برام و آرد همچنان در بیرون قرار داره و حالا را هم پشت کنن باید دیگه ببرن تا موتر. شعیب جان اگر خودتون میبینی یگان دفعه شوخی میکنم در برنامه، امید که چی میگن ناراحت نشه هیچ کسی به دلیل ازی که همه برنامه باز یک رقم تراجید بیاز کل زندگی ما تراجید است، اما از این بابات میخوایم هر عزیزی که کمک میکنه اول تشکر میکنم ازش خیلی زیاد و ضمن از او امو قدر صداقتی که او روان میکنه ما هم میخوایم با صداقت با اون امو وجدان خود میخوایم که وجدان خانم البته وجدان خودمون راحت باشه و آرام باشه و برامون نفر به مستحق برسانم کمک شه. شبیر جان کار خودت فکر کنم که تمام شده، حالا مو مقدار پولشون برام بگو. خیلی زیاد تشکر قربانت. اینا میبینین دوستا که لستون برام داده بلان برام داده 5000 افغانی. نمیشه یکم کمک مرات مکنی؟ مرات کدیم مقصد ما عزیزایی که البته شعیب جان که کمک کرده یکم کمک مرات ما رو کنین که واسه مش 5 افغانی یک ده افغانی میشه که به مامون برسه. شوخی کردم. بنیاد خیره ندارم بنیاد خیره، ولی اگر نه یک پنج روپا که جمع کنی فکر کن که چقدر زیاد میشه. همه ترست نی؟ باش که من برای خودت پول باید بتم، یعنی 1000 باش که خوب شعیب جان ببینه. شعیب جان خودت خیلی صادقانه فکر کن که ما صادقانه، ما همه کار ما صادقانه است، نمیخوایم دختی باشه. 1000، 2000، یه هم 3000، یه هم 4 و یه هم 5000، یعنی که 5000 شد. شبیر جان عزیز خودت هم یک حساب کو، یعنی 5000 افغانی از خودت و این بل هم از من، درست است؟ از اون قسمه که براتون گفتم تمام مواد و آرد و برنج و تمام اجناس را گرفتم، حالا هم بخیر حرکت میکنیم به طرف خانواده مستحق. عزیزای یک بار دیگه خوش آمدین، شما عزیزان را خوش آمدید میگم و قسمی که میبینین امیجا تمام آرد و برنج و روغن و چیزها را هم از موتر پایین کردیم و نگفتن همون خواهد بگوین که ترکاری و یا چی شد. عزیزا همچنان ترکاری هم گرفتیم چون دو فامیل هست مستحق در یک منطقه هستن و ما هم خواستم که به یکیشان آرد و برنج روغن و لوبیا و نخود برسانم و دیگهش هم یک آشپزی کنیم و ضمن از یک مقدار پولی که باقی به شما مانده او را هم تقدیم او فامیل عزیز کنم. حالا هم میریم به طرف فامیلایی که منتظر هستند. قسمی که میبینید در نزدیک خانه ازمی مستحق هستیم و کراچی را هم داخل خانه برد و من هم حال داخل خانه میشم. سلام علیکم خاله جان. قند
چی حال دارین؟ صحت مند هستین؟ صحت خوب هستی؟ خداکت خوب هستی؟ قربانت خاله جان قند، زنده باشی. تشکر، سلامت. خاله جانم خدا نکنه، سلام خاله جان قند. چطور هستی؟ بتی برم دسته تا چی حال داری؟ صحت مند هستی؟ جانک جور است انشاءالله. زنده باشی. دوستا قسمی که میبینین در داخل خانه از مستحقین هستم. حالا هم میرم به طرف کسی که مستحق است و خانهش هست بریم در داخل که اینجا زیاد منتظر ماندم و همچنان وسایلی که اینجا هست در سر کراچی او را هم باش یک دو دانش هم با خود بگیرم و ببرم چیزهایی که حداقل زورم میرسه امونا را میگیرم. اینی هم برنج است و باش که پایینش کنم یک بار. اینی هم مای ظرفشویی و چای خشکی ها را با خود میبرم چیز را که میتونم البته. خب سلام خاله جان، خوب هستی؟ چی حال احوال داری؟ صحت مند است انشاءالله؟ قربانت زنده باشی. باش که من خدا نکنه خاله جان قند، خدا نکنه. بفرمایید خاله جان، من اجازه هست من بیم داخل؟ خب لیاف صندلی خب بسیار خوب بسیار خوب کردی. بیا خاله جان. نه من میخواستم راحت هستم. بیا خودت بشین قرار اینجا. خاله جان چطور هستی؟ خوب هستی ان شاء الله؟ تشکر، زنده باشین. بچه‌ها صحت مند هستی؟ بیا کمک نزدیکتر به ما بشی. خب خاله جان نام نگفتی، نام مقبول تا که نام خودت چی هست در فام فست؟ خب بسیار خوب. خاله جان در فامیل چند نفر هستین شما؟ در فامیل 7 نفر هستین. 7 نفر هستین، بسیار خوب. خانه را کرا میتین از خودتان است؟ خیر، کرا میتین بچیم از خودم. آ چی میگنم؟ چقدر کرا میتین خاله جان؟ ما 3 فامیل هستیم که هر کدامی ما 8000 روپیه کرا میتیم. ما کرا را تقسیم میکنیم در بین خود. برادر اولادای مریض است. ضعیف هم است، مریض هم است، تکلیف روانی داره. بسیار وضعیت ما خراب است بچه. من میخوری و غریبی میکنم که بخشش یا دوا میگیرم. یک بچه که مست میردم کمپنی یا کراچیوانی یا مزدورکاری. مقصد همه که میکنه که همه شب روز ما تیر میشه. خودم کالاشویی میکنم. این از مسلمان هایی که می یا کالا بشو یا یک کارشان در خانه که باشه باز میکنم بخششان. چند پسر دارین خاله جان؟ قد خودم هستم، شوهرم هست. بچه کاس چوچگک چوچگک چند بچه داری خاله جان؟ 4 تا بچه هستم. اولاد کلانت دختر است یا بچه هست؟ بچه هست، خود 9 ساله است. خرد هستن. پس نونوار فامیل دیگه خودت هستی؟ خودم هستم، بله. چقدر مشکلات تا به حال سپری کردی؟ بیا زندگیت کمه بر من قصه کن. من نانوایی داشتم، نانوایی ما غلطید. صاحب خانه هم آمد که دیوالم سیاه شده و چطور شده زیاد گفتار کرد سر من. باز نانوایی رو غلطان سرم. بعد از او دیگه اینه میاله یا کالاشویی میگنم در خانه این مسلمان ها یا میتلبن خیر ببینن بیا اینی کار ما رو که باز میرم باز اونو موره تا حد توانه که دستم میشه میکنم که نمیشه باز دیگه خودم ما مریض هستم در کنج خانه هستم. کسی اگر کار نباشه، اگر کار برای خودت نتن و کار نباشه که اصلا کار کنی خودت و زور نفقه پیدا کنی باز هم زندگی را چگونه سپری میکنی خودت؟ دیگه اونمو یک بچه یک از کنو میره کرای خانه سر ما میمانه، پیسه دوای پدرش سر ما میمانه. پدر خو ضعیف هم است، نمیتانه هم کارم کنه، نمیتانه خو تکلیف هم داره. تکلیف دارن اونو میشه؟ تکلیف روانی داره. چی گفتن دکتر ها پیش دکتر برده این نبود؟ میبرم که دوا میته خوب است که دوا نمیته باز دیگه سنگ است و چوب است و سر ما وار کردن است. زندگی ما به بسیار مشکلات پیش میره. زندگی بسیار سخت است سر ما. بیا خدا مهربان است انشاءالله که یک روز بیایه که خودتان بخیر از این مشکلات رهایی پیدا کنید. خیر ببینی خدا جان جور بتیتان. خداوند تالا شما را حج نصیبتان کنه. خداوند تالا از این مصیبت تا کل مسلمان های ما را خلاص کنه. خاله جان امروز شعیب جان از کشور کانادا برای خودت امی تمام آرد و برنج و روغن و چیزهایی را که ما گرفتیم برای خودت تمامشه شعیب جان از کشور کانادا برای خودت کمک کرده. تشکر از برادر ما شعیب جان، زنده باشه، خیر ببینه. خداوند تالا موجم نگاهشان کنه. خداوند از این درد مرز مصیبت جوانای کل مسلمان ها رو نگاه کنه. بچه من یک گفته مکمل روزه بودم، خودم روزه میگیرم، نماز میخوانم. من خدا دیگه چاره کنه کتیم.
خدا مهربان است خاله جان. قسمه که شعیب جان امروز به شما کمک کرد، ما همیشه در هر برنامه یاد کردیم که دست کسایی که ناتوان هست اونا را بگیر. البته شما ناتوان نیستین، من میفهم که شما ماشاءالله زیاد توانایی دارین، یک خانم بسیار قهرمان هستین و امروز کمک را که شعیب جان کرده، اول خب خداوند حجر نصیبش کنه. ما هم همیشه گفتیم در برنامه حجر ده نصیبش کنه خداوند تعالی، ازیام کد بیشتر بتشان، خیلی تر بتشان، کتی غریبا و مسکینا بیچاره ها کمک کنن. خاله جان، رفتار مردم با خود چگونه هست اینجا؟ چقدر مردم امروز کمک میکنن، چقدر نمیکنن؟ بچه مردم کلیگی آل غریب از بیچاره است، کلیگی ناتوانی خود چه احساس میکنن. باز هم یکان خانه است که خیلی ببینن، این مثلا یک لیفشان است میاره که خاله میره برم بدوز، یا یک توشکشان است بچه مینیر بشو یا در خانه ما بیا. اگه جور بودم میرم امو جو میشویم، اگه مریض بودم نمیلی افسندلی رو روز آورد که رو بخش ما هم بکنم بشویم بدوست. از نمی باور میکنی بچه مره ساعت رو پر گفتم اعتماد. با وجود که لیاف چقدر کلان هم هست و واقعا حجمش هم زیادتر، باز ما هم گفته نمیتانم ای که مجبور هستم که اولادم نان میتلبه، ای که دیگه چیز بخشان نمیتانم بچه ایم. که ما بگویم بخش از یا لباس میتانم، ما بخش از یا یک چیز خوب میتانم خوردنی، فقط اینمی یک نان خشک و یک که زور اگه بتانم که یک بوجیارد بگیرم، در غیر از او اینمی نان خنک میرم از نان بایی بخشان میگیرم. زیادتر طفلا از خود چی میخواین؟ توقعشون چی هست؟ زیادتر چی چیزا خواهش؟ بچه میرم که میبراین پس میانن فلان اسم کس مکتب میره مادر ما نمیتانیم رفته، مدرسه میرن ما نمیتانیم رفته. بچه‌م دو تا کس خورتره کس رویشان میکنم، بره بچه‌م پلاستیک جمع کنین یا مثلا کنه چای میکنیم یا یک چیزی اینت بینه تو باز میبراین از پیش. خود خواست اولاد عالم زیاد میباشه. خودت هم لحظه برشان چی احساس میدی؟ چی برشان میگی؟ چی احساس میکنم بچه‌م؟ این از احساس زیاد مریض هستم، همیال خودم میدم درد میکنه. قدر پوندیده یک او روز یک زن برم میگه خاله تو چرا قپوندیدی؟ گفتم بچه‌م هیچ، چی بگویم به مردم؟ و خودم هم نمیتانم که من به هر کس بیشینم راز دل حقیقت خود بگویم، نمیتانم. چقدر از وضعیت که هستی برات ناخوشایند است و باز هم مردم امرای خودت، باز هم غیر از ای که شعیب جان امروز امرایت کمک کرد، آیا تا بال کس دیگه هم امرایت کمک کرده یا نه؟ زنده باشه نمی بانو حسنزی که یک دفعه امروی مراستی و ام واقعیتش کمک کرده، کامت خودش دیده می جا شوهر ما روز زیاد مریض بود، به حد گریه کرد، گریه کرد، از خانه برآمد باز کمک امو کرد، دیگه تال کمک ما ندیدیم. بچه خاله جان، خداوند مهربان هست، این مشکلات بالای هیچ کس نمیمونه و هی روز اصلا بالای کس نمیمونه، یک روز میشه که بخیر انشالله همه چیز بخیر جور شوه، همه چیز پس سر و پا شوه و تمام غمای خودت دور شوه. خداوند بچه‌م سر آدم غریب اگه خدا روشنی کنه، ما بنده خداستیم، امید به خدا داریم. مگم سر آدم غریب هیچ چیز نه، اولا طفلت بیرون برای بیا. خاله جان خدا مهربان است، انشالله شما برش رویه بتین، شما برش به عنوان یک مادر اونا را دلپوری بتین. اگر قرار باشه که شما عشق بریزین، شما گریه کنین، واقعا اونا هم یعنی امو انرژی که دارن، اونا هنوز طفل هستن، چیز را نمیفهمن، باور کنین که اونا دو چند درد میکشن. چی کنم بچیم دیگه؟ توان یک زن همه قمی باشه، عزیزیت نمی باشه، توانش همه قصد عزیزیت نمی باشه. خاله جان مادر که رنجیده باشه دیگه، خوستند از این دیگه شخصی خود که رنجی میبینه، چه قسم به اولاد توان بده، چه قسم رویه بده به اولاد خود، نمیتانه داده بچه. امروز واقعیت است، این چادری در سرم است، به خاطر چیست روی من؟ اگه نه یام بیادرم، یام بیادرم اولادم، من از یاروی نگرفتیم، همه مردم آل گب میزنم. بازم خدا را شکر که صاحب فرزند هستی، خانواده هستی، همین یک دنیا هست. باور که خاله جان من لحظه خود کنترل کرده نمیتونم. زنده باشی بچه‌م، خیر ببینی. ما از بدر ما شعیب جان خواهش میکنم، تقاضا میکنم اگر کمک زیاد دست شوه یا کدام راهی را
که صرف ما می آرزو دارم به می که امید ما اولادای ما مثل پدرش دیوانه نشه. یک راهی رو بسنجه که ما مزیالت برم. یا واقعا دوستا خیلی درد آور است. من می لحظه هیچ چیز گفته نمیتونم. یک مادر یک فامیل به خاطر اولاد خود یعنی قدر اشک میریزه، آرزوهای می داشته باشن که آرزوهایشان پوره میشه یا نمیشه این به دست خداوند است. اما هر حسیزایی که فعلا برنامه خودشان بیننده هستن، امروز یک برنامه ما ثبت نکردیم، ما به خاطر برنامه اینجا نامدیم، ما به خاطر آمدم که همه خاله جان بسیار ببخشی که من اشکایم ریخ، من خودم مانی شده نتانستم، بسیار ببخشی بچه من از اینکه من بر خودت لبخند ببخشم، اما اشکت که ریخ بابایت من بسیار منو ببخشی، خدا ببخشی. من قدر دل نازک دارم خاله جان که اصلا دیده نمیتونم این وضعیت ها پیشتر ما قبل از اینکه به طرف خانه خودت بیایم من گفتم من نمیتونم خودم کنترل. زنده باشی بچم. خاله جان آخرین پیامت، آخرین گفتنیت برای کسایی که خود در خارج از افغانستان بیننده هستن، ماه مبارک رمضان هم نزدیک است، چی پیام میتی برشان، چی گفتنی داری خاله جان؟ ما می پیام دارم بچم که در خارج هستن خداوند نگاهشان کنه، حال در هر جای خطر است، خدا کل مسلمان های ما رو در هر جایی که باشه زنده و جور باشه. و من می پیام است که خوار غریب دستش بردارن. از آرزوی من همیست که اولاد من امروز در جای برسه که قلن دست ما رو بگیره. من تا آخر زندگی که تشان چی رقم خواد کردم. از من یک چهار روز است آرزویی رو دارم که اولاد من در کوچان امانه، اولاد من خدا نکنه یک چیز شوند که زیاد آل شرایط افغانستان ما خراب است، پودری میشن، بچه ها رو میبرن، زندگی بسیار مشکل است بچه‌م سر ما. در اینمی حالت که من کار میکنم بازم همی یک را مبرای میدم، میهم پنج دقیقه تال میتن چه شدن؟ خدا نکنه یکی نبریشان، یک گپ نشه. ما پیام ممیست که کمک به خوار غریب زیادتر کمک کنن. خاله جان در دل خود چیز نگردم، ما فقط به خاطر ثبت برنامه نامدیم، به خاطر که شعیب جان مقدار پول را که کمک کرده بودن ما بر خودت مواد را گرفتم، بسیاری از جایا بودن خاله جان که صادقانه امو پای پول را که روان کردن بر امو فامیلا نرسیده خاله جان، قند یا نصف پیسه را خودشان گرفتن یا به بنیادهای دادن یا حیف و مایل ساختن و پولا. من امروز به دلیل ازی آمدم امروی خودت و امروی کمره آمدم، اگرچه که میگن که پول باید از این دست به این دست باید کسی خبر نشه، اما خاله جان قند مرا بسیار ببخشی به بابت ازی که شعیب جان پول را که روان کردم، من باید بر ازو نشان بدم که من یک روپیه حضور من نمیخوایم که بجا شوه، او پول از خودت است، حق خودت بود که باید خودت باید صادقانه بر خودت میرساندم و شعیب جان هم باید میدید که این پول ما فقط فقط بر خودت رساندیم و یک روپیش هم ما به طرف خود نگرفتیم. زنده باشی بچم، خیر ببینی خانه تان آباد، خداوند اجد نصیبت کنه، خداوند با عزت با آبرو در تمام دنیا و آخرت خودت هر دو برادر ما داشته باشه، برادر که از اوج کمک کرده خداوند تعالی با عزت با آبرو اج بیت الله شریف ده نصیبش کنه. زنده باشین. امی که خاله جان شما دعا میکنین بر ما، فکر کو بر ما تمام دنیا را بخشیدی، بر شعیب جان تمام دنیا را بخشیدی، بر تمام عزیزایی که خودت امیال در برنامه خودت بیننده هستن، کسایی که در خارج از اونها چی خواست داری خودت؟ من میگفتم خواستم از که میتونن به خوار غریب کمک کنن، دست خوار غریب وردارن، به خاطر که افغانستان ما بسیار رنجیده است و کسایی که به رنج ببینه کسایی است که انتو ما وارد پس کوچه افتاده. خاله جان تمام مواد را که ما برای خودت آوردیم بلش هم آوردیم برای خودت که خودت هم مطمئن شوی تا ای که بفهمی که یعنی هر مقداری که نوشته کرده فقط دکاندار در دست داشته، قلم دوم در او وجود نداشته. خاله جان خیر ببینی بچم، زنده باشی. زنده باشی، خودت هم قربانت. اینه من هم باش که بل از بحث خود بکشم و اول خوب برای دوستانشان بتم که البته بل قلم نخورده، ضمن از اینکه باش که مایکم اینجا بانم دوستا، ضمن از اینکه قلم نخورده تمامش دستنویس خود مغازه تازه هست دوستا که ما برای فامیل مستحق ما خریداری کردیم و مبلغ 5000 افغانی هم اینجا نوشته هست. خاله جان اینی هم بلش برای خودت. اینه تشکر بچه‌م، زنده باشی.
شما همچنان خیلی زیاد زنده باشین و تشکر بتیتان. تشکر زنده باشین از کلیتان. قربانت، سلامت باشی خاله جان. دوستا این بود برنامه امروز ما، برنامه مساعدتی که تقدیم شما اجزا کردم و یک بار دیگه هم از شعیب جان تشکری خاص میکنم. تا دیدار بعد با خانواده بعدی که من خدمت شما اجزا قرار میگرم، تمام شما رو به خداوند یگانه میسپارم. عزیزا فراموش نکنید که چینل یوتیوب صدای کابل سابسکرایب کنین، همچنان ویدیو امروزی را شما لایک کنین. باز هم منتظر به نظر، پیشنهاد، انتقاد راجع به برنامه به خودم هستم و همچنان عزیزایی که میخواین که فامیلایی که در افغانستان هست مستحق هستن کمکشون کنن، فقط و فقط میتونن که ما را از طریق چینل یوتیوب صدای کابل ما را پیدا کنن و شماره تماس ما در چینل یوتیوب ما قرار داره. شما میتونن که ما را پیدا کنین و یک پل ارتباطی باشیم بین همدیگه خود تا اینکه بتونیم عزیزای خود در افغانستان کمک کنیم و منتظر به کمک های شما عزیزا هستم. ما همچنان اگر در توانم می بود، خب معلوم دار که خودم هم همچنان کمک میکنم می حالم و ضمن ازو از شما عزیزایی که واقعا در توانتان هست میتونین که شما همچنان و هموطن خود، دوست خدا، البته نه تنها که ما همیشه بگویم ازبک هستیم، پشتون هستیم، هزار هستیم، همه ما افغان هستیم. پس با امید از این که یک سال هست سرتاسری در افغانستان بیه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار همه شما.